حرفی که در مورد جوامع دو شکلی زدیم، این دیاگرامای ساده دستیه برای اینکه فضای جوامع کوچنده و یک جانشین رو در کنار هم نشون بدیم سمبولیک چه حالتی داشتن. اینجا تئوری جوامع دو شکلی رو یه پله میاریم جلوتر با یه دیاگرام کاملا انتزاعی نشون میدیم. ژیل دولوز و فلیکس کوتاری میگن که اشایر در یه فضای زندگی میکنن که بهش میگن فضای نرم، سافت اسپیس، و اون تمدن ها، دولت ها، استیت ها در یه فضای زندگی میکنن که بهش میشه گفت فضای سخت، ولی هارد اسپیس اونا نمیگن، اونا میگن استرییتد اسپیس، یعنی فضای خددار شده. من شغل خورده ترجمهش میکنم، مختصات دار شده ترجمهش میکنم، یعنی فضایی که قابل پایشه، قابل نظارته. لندن یه نمونه خیلی جالبش که شما از محل کار تا منزلتون میرین یا برعکس، حدود بیش از 300 بار به وسیله دوربینای مداربسته فیلمتون گرفته میشه. این فضایی که همه گونه، همه کس با کارتای شناسایی، با اینکه مختصات از نقطه آب به رفتن رو میشه دنبال کرد، در که در فضای نرم نمیشه این کار کرد. این همون چیزیه که اینا دارن بهش میگن که مغول‌ها و چین یه دیوار بینشون کشیدن، چون فضای نرم تهدیدی برای فضای سخت. و این هم به بچه دیجیتال رو بکنم که روتون میگه که همیشه بین این دوتا، خصوصا در این منطقه ما که جوامع دو شکلی وجود داشتن به خاطر نوع خاص اشعار بزرگوسفندیمون، یه تراشه‌های قبیله‌ای بین اینا وجود داشتن که اخراجی‌ها از فضای سخت و اخراجی‌ها از فضای نرم این وسط معلق بودن. اینا اگر که یه وقتی رهبری پیدا می‌شده که اینا رو به هم دیگه متحد بکنه، یه رهبر میان اجتماعی، آنچنان نقش بزرگی در تاریخ ایفا کردن این تراشه‌های قبیله‌ای، اسپلینتر ترایبز، که در تعیین مسیر آینده تاریخ نقش خیلی مهمی رو ایفا کردن، بیش از تعداد کمشون. این وضع امروزی‌تر رو نشون میده. وضع امروزی اینه که فضای سخت در مثلا مملکت خودمون روی فضای نرم داره غالب میشه، همون گین و ینگ از تعادل خارج شده که دیدیم. اما اشاره میکنیم که در یه چین و چروکهایی بازم ما این فضای نرم رو میبینیم. مثالش چیه؟ حالا مثال انتزاعی رو یه ذره واقعی‌تر بکنیم. در این فضای نرم، فضاییه که ما توی مثلا اینترنت و فیسبوک و ماهواره یا همین جمعی که میبینیم، از یه سری قواعد سخت این دنیا خودمون رو آزاد میکنیم، ولی یه چین و چروکهایی بعضی موقعا توی این فضا میفته، اتفاقاتی میفته که ما میبینیم که این دوتا فضا همدیگر رو قطع میکنن. یه پله جلوترش، بعضی موقع ها در مهاجرت ها یا ارتباطاتی که بین چند تا فضای سخت به وجود میاد که تو دیاگرام بعدی واضح ترش رو روی کره زمین خواهید دید، میبینیم که فضای نرم این میان وارد فضای سخت میشه و یه امواجی هم همون از جنس چین و چروکایی که تو اسلاید قبلی دیدیم تو اینا میفته. من خیلی تو عمق این دیاگراما نمیرم، اون تراشه ها رو هم میبینین، این لابلا داریم میگیم که مهاجرت چجوری باعث میشه که یه فضای نرم جدیدی، اون چشم بزرگ شده یین و یانگ، توی دل فضای سخت باز به وجود بیاد. این یه سمبولی دیاگرامی هست از یه تئوری شبکه شهرهای جهانی، به طور خاص توکیو، لندن، نیویورک در اون وسط نمودار دارت مانندی بود که مهاجرین رو نشون دادیم روش حرکت میکنن. اینا جهانی ترین شهران و یه شبکه شهرهای جهانی که به هم دیگه دوخته شدن. این تئوری داره میگه چه تا شهر رو مثلا نام میبره در طراز اول و دوم و سوم. تهران رو دیگه ما انداختیم در لول خیلی دور، در حاشیه، در هسته قرار نمیگیره از در دنیای کاپیتالیسم. چی اینا رو رتبه بندی میکنه؟ نقششون در بازارهای مالی، فایننس، نقششون در این که اقتصادهای منطقه‌ای خودشون رو بگردونن. مثلا میامی برای چی مهم شده؟ مهمتر از مثلا شهرهای دیگه شده. میامی مرکز اقتصاد محلی شده که میامی داره اقتصاد آمریکای جنوبی رو هم از اونجا مدیریت میکنه. نیویورک در مقیاس کل آمریکا، تورنتو کانادا و غیره. وضعیت دنیا اگر قبلا اینطوری بودی که فضاهای سخت از همدیگه جدا افتاده بودن، در دریایی از فضای نرم میشه گفت شناور بودن، یه جاده راه ابریشمی از این وسط ممکنه اینا رو هم میدوخته، الان داره طبق همون دیاگرامی که صفحه قبل اون چاله خرگوشی‌ها رو دیدیم، این فضاها میریزه تو همدیگه با جهانی شدن، جابجایی کالا، جابجایی پول، فایننس، و جابجایی انسان‌ها به شکل مهاجرت یا جابجایی حلقوی، همون ترانسنشنال مایگریشن یا ترامرزی، مهاجرت ترامرزی، داره این فضاها رو به هم متصل می‌کنه، همونطور که در دیاگرام صفحه قبل دیدیم. پس
اگر که در دل اینا یه سری فضای نرم پیدا نکنیم، میتونیم بگیم فضای نرم در حال فناست. کما اینکه خیلی دارن این ادعا رو میکنن که دیگه کوچندگی مال گذشته. این یه نتیجه ای از پرسشنامه هایی که من برای این کوچنده ها فرستاده بودم. خیلی خلاصه گذرا. چقدر وقت باقی مونده برای من؟ 5 دقیقه. استراتژی هایی که این پاسخگویان من در زندگیشون داشتن برای اینکه ببینم چقدر اینا کوچنده ان، چقدر قابل مقایسه با کوچنده های قدیم و چقدر نه شهروندان موقتی ان که یه سری یک جانشین ان که ناچار مجبور میشن بلند شن یه مدت موقت اینجا بشن، یه مدت موقت اونجا، نه اینکه خودشون رو اصلا میتونن به دید یه کوچنده امروزی نگاه بکنن. در قلب ماجرا تحرک موبیلیتی اینا قرار میگیره، یا یه اصطلاحی دارن موتیلیتی که پتانسیال فور موبیلیتی یا بالقوه تحرکه، تحرک بالقوه اینا ممکنه جا به جا نشن همونطور که گفتم ولی میلش رو داشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا میتونن حقوق شهروندیشون رو با این کار افزایش بدن، جا به جایی اجتماعی سوشال موبیلیتی احساس کنن که با این حرکت یه پله از نظر اجتماعی بالا رفتن. خانم اسفرجانی به این اشاره میکنن که الان یکی از شاخصهای طبقه متوسط بودن با روش امروزی اندازه گیریش این نیست که ببینیم درآمد یه نفر فقط بین این مقدار تا اون مقدار سالین است، بلکه تعداد سفرهای خارج، بلکه استفاده از ماشین ظرفشویی مثلا، این شاخص‌ها رو اندازه می‌گیرن و از نظر فرهنگی ببینن یه نفر طبقه متوسطی هست. پس این موبیلیتی این کارو می‌کنه. این در ارتباط با یه استراتژی دیگه که گرفتن ملیت‌ها یا اقامت‌های مختلفه که اون کمک می‌کنه به احیای موبیلیتی، تحرک و تحرک کمک میکنه به گرفتن ملیت‌های بیشتر. سرمایه اجتماعی تو اون دیاگرام دیدین که آدم‌های مهمی که در زندگی اینا وجود داشتن و تعداد باری که در طی سال باشون دیدار میکنن یا با فیسبوک و تلفن در تماسن، سرمایه شبکه‌ای اینا رو جایگزین سرمایه اجتماعی که مفهوم قدیمی شده دیگه الان نشون میده که این دوتا هم باز با هم دیگه در ارتباطن. این مثلا تئوری‌های مهاجرت داریم که یه آدمی در یه جایی هست تسهیل میکنه رفتن ما رو به اونجا، یا اگر یه آدمی در مملکت خودمون هست سخت‌تر می‌کنه رها کردن مملکتمون رو. پس این الگوهای رفت و برگشتی مهاجرینی که ما داریم روشون دست می‌ذاریم، به قول البته دلوز گوتاری دیگه به اینا نباید گفت مهاجر، به اینا باید گفت کوچنده. مهاجر کسی که از یه جا قلمرو زدایی می‌کنه، دیتریتوریالایز می‌کنه و جای دیگه قلمرو گزینی می‌کنه. این کوچنده‌های ما ماهیتاً قلمرو زدایی شده یا دیتریتوریالایز باقی می‌مونن. تأثیراتی که رو توسعه مملکتمون داره از پولی که اینا در میارن میفرستن یا کارآفرینی که در مملکتشون میکنن، یه بحثای قدیمی. اگر ما به این دید به کوچ نگاه بکنیم دیگه برین درین یا فرار مغزها مفهومی نداره، بلکه باید نگاه بکنیم به گردش مغزها، برین سیرکولیشن یا بازیافت مغزها، برین گین، چون این آدم ها با برگشتشون دوباره میتونن تکونی بدن. و استراتژی های برنامه‌ریزیشون و غیره که دیگه من خیلی وارد این فنده میشم. همه سوالای پرسشنامه ها قرار بود این چیزا رو مشخص بکنم که این هنوز تحقیق در دست کاره. یه چند تا اسلاید اگر که فرصتی هست در مورد مموری کوچ دیگه فقط سریع من نشون بدم. مموری کوچ اگر که ما این ها رو داریم نشون میدیم، هدفمون اینه که برای بازتون برگه هایی شاید نمیشه شده باشه ببینید، برای حرفمندانی در زمینه توسعه مملکت الگوهایی میخواد که من میگم فقط الگوی یک جانشینی کافی نیست، ما باید به الگوی کوچ، به جوامع دو شکلی، به یه دیدی نگاه بکنیم که امروز هم میتونه کاربرد داشته باشه برای توسعه مملکتمون. برای برنامه‌ریزان شهری، طراحان شهری، برای اینکه فقط باز جوامع یک جانشین رو در نظر نگیرن، این جوامع در حال حرکت رو در نظر بگیرن و بتونن ازشون استفاده بکنن برای توسعه یه مقدار پایدارتر مملکتمون. برای معماران، برای خود کسانی که این نوع زندگی رو دارن شاید هنوز خبر ندارن که میتونن خودشون رو کوچنده ببینن و یه شیوه زندگی جدید باید معماران، یا من اسمش رو دیگه میذارم خیامان، برای که خیمه باید برافرازن برای آدم موقتی، ببینیم خیمه امروزی چیه.